که اخر نفش در یوم تو متره، یعنی از تورا برای اخر نفش از بد و امر تا آخرش متره. ولی حخامیم اومدن و برای ما پشتبند درست کردن که نه، کارهایی که خیلی دنبال میره و توسعه داره و احتمال داره که تمام روز یوم تومون رو بگیره، یا اینکه برای حل بیایم آماده بکنیم و ترتیب بدیم، بنابراین اونها اومدن و گفتن نه، بعضی از امور شما نمیتونید در یوم تو انجام بدید با وجود اینکه برای آخر نفشه. مثلا درو کردن و تمام مراحلی که پشت سر اون میاد، بافه کردن، خرمن کوبیدن، بعدن غربال کردن، آسیاب کردن، همه اینها کارهایی است که وقت انسان میگیره و اگر نشست باش تمام شب، تمام روز تا شب گرفتاره. پس یوم تو کجا میره؟ استراحت یوم تو کدومه؟ این که باید از نسیم نفلات هشم در یوم تو بازگو بکنه و بدونه برای چی تعطیله، برای چی هشم گفته کار نکنید، همه اینها دیگه شکل دیگر پیدا میکنه. بنابراین خامه اومدن پاره از کارها را که مقدمات هست و احتمال داره که ما بیاییم برای هفته کار بکنیم، یعنی برای هول کار بکنیم، فقط آخر نفش برای خود یوم تو متره، ولی برای غیر از یوم تو و حتی یوم توریشون، برای یوم توشنی هم اصوله. چرا خانم اومدن این کار کردن؟ گفتیم علت چیه؟ آیا از تورا اجازه دارن این کارو بکنن؟ نه که اجازه دارن، دستوره که این کارو بکنن. چرا؟ تو حخامیم فرمان داده شدن از طرف هشم، اوشمرتم ات میشمرتی، فرمان پاس مرا، دستور مرا، شما باید خودتون حواستون باشه که این رو حفظش بکنی، نذارید خراب بشه. اصو میشپرت میشمرتی، مثل کسی که باغ داره، درخت های مختلفه، انواع و اقسام درخت های میوه داره، اگر که همینطوری ول کنه اینجا بدون اینکه دیواری بکشه، حصاری بکشه، خونسرد نمه، افراد میان اونجا درخت ها را خراب میکنن، نه فقط میان میوهش میکنن، حتی شاخش هم میکنن، چون پروا نداره. پس واقع حفظ نمیشه. واقع در چه صورت حفظ میشه؟ که حصار داشته باشه، دیوار داشته باشه، که هر کس و ناکس وارد نشه اونجا و تجاوز تطاول نکنه و درخت ها و میوه هاش بتونه سالم بمونه. همینطور دستور هشم هم همین حالت را داره که باید حصار دورش کشید، دیوار دورش کشید، برای اینکه دستور هشم حس شدم خدشه بهش وارد نشه. بنابراین خود این دستور از من غیر مستقیم از جانب هشم هست که شما بیاید حفاظ درست کنید، جدار درست کنید، سیاق درست کنید که دستورات هشم حس شدم مورد خدشه و لطمه قرار نگیره. بنابراین اینه که ما میبینیم در یوم تو با پاره از کارها رو برای ما حخامیم گفتن، از حخامیم دستور اختراف، ولی اصلش همونطوری که میدونیم اخر نفش متاره. بنابراین اگر فرض بکنید که ما میخواییم خوراک خوب داشته باشیم یوم تو، میتونیم خود یوم تو درست کنیم، اما چیزایی هست که لازم نیست که حتما همون روز تهیه و تدارک میبینه. چرا؟ چون مزهش تغییر پیدا نمیکنه. لو فکر تعمو، مثلا مربا میخواد درست کنه، خب مربا درست کنه، بعد یوم تو حتما مربا درست کنه. اگر آدینه یوم تو یا چند روز قبل از یوم تو فرض بکنیم مربای بیم خواد درست یا مربای گلاس درست میکنه، آیا مزهش تغییر پیدا میکنه؟
نه، بنابراین اون چیزایی که میگن مزش تغییر پیدا نمیکنه، بهتره که انسان قبل از موعد این رو تدارک ببینه، برای اینکه یوم تو وقت بیشتری داشته باشه، کم استراحت بکنه، همین که بشینه بازگو کنه چقدر این اعیاد که هشم به ما داده نسیم نفرات همراهش بوده و هست. بنابراین برای اینکه این فراموشی به ما دست نده و ما را مشغول نکنه به چیز دیگر، بنابراین همین دستورات مختلفی رو عنوان کردن که همه اینها وابسته میشه و همون اشارتی که کردیم که تو را قدشا به ما اون گوشزد رو میکنه. روز خوبی داشته باشید.